İzo Hakim, Egon doğruyu derdi sarına doğru mu gör? Egon doğruyu derdi sardı, in derdi sarmar olmayı kuşa. İn şarba davoy derdi sarı şumoz. Man in şarbat ro az reşey giyohi gazna tayor kardam. Baroy davoy oftan zahmi sarat bisyor mufid ast. Hatto dastupo hoyam roham az joyash jumonda ne metavonam Mirzo Hakim. آخر شما از بالای بام افتیدید پدر. چرا نمیگذارید که همراهتان برای بنا کردن خانه امکی نصرالدین روم؟ تو باید مالهای خانه رو نگاه بین کنی. اگر همراهی من میرفتی و میافتیدی، حالتمان از این هم بدتر میشد. حالا من بجای تو مالهای خانه رو نگاه بین میکردم. چی خوب شد که همراهی من نرفتی. امکی میرزا حکیم، آیا دست و پای پدرم شکسته است؟ نه نشکسته است اما حالتی جدی خورده است از این شربتی که آماده نمودم هر روز 3 مرتبه بعد از خوراک میخورونی در مدت 3-4 روز به پا میخیزد خب من میروم شما استراحت کنید کامل جون پگاه باز میآیم خوش آمدی خوش آمدید امکی میرزا حکیم خوش باش کامل جان میرزا حکیم در اینجا چکار میکنی؟ همش خوب است به خانه کی آمدی؟ سلام شریف امال همسایه از بام افتیده است برای تبابتش آمدم به خانه کی مهمان شدی؟ مهمانی نه برای تبابتش آمدم به خانه جمشید رفتی؟ چرا؟ جمشید نه به خانه کامل جان رفته بودم کامل جان هنگام کار در خانه نصرالدین از بالای بام به زمین افتیده است حالا در بسر بیماری است. برای تبابتش رفته بودم. حالا از همون جا میویم. کار شدیم اگر. نه. با من چیزی نشده است. حواسم در دیگر جا بود. از این رو سخنانت را نغز نشنیدم. خیر مایلش. کارم بسیار. تو هم از پسی کارت بشو میرزا حکیم. تو بازدید. کار شده است و حالا هم پنهان میکند. اگر کامل جان از بام افتیده باشد من باید به عیادتش روم آخر او همسایه ام است گو حقی همسایگی را به جا آوردن لازم شما باید در یک روز 3 مرتبه از این شربت کم کم بنوشید پدر این چی بود؟ قهر دادیم اگر از همان شربتی که امکی میرزا حکیم آماده کرده بودند این شربت رو از اینجا دفع کن دیگر به من از این شربت نده اگر زود صحت شدن خواهید پدر باید از این دوا بنوشید مایلش نباشد که می به من آب ده این خیلی تلخ بوده است لیکن اگر در افتی احوال پرسی سخنانش را نفهمم ناشنواییم آشکار میگردد باید کاری کنم که از کار بودنم پی نبرد قریب بود که میرزا حکیم کار بودنم را فهمد اگر همه آگاه شوند که من کرم بعد میگویند که شریف حمالی کر
همین شریف حمالش بس نبود که کار اضافه می شود. باید کار کنم که از این مشکلی برآمده توانم. خوب چیکار کنم؟ یافتم. طبق عادت مردمی از او میپرسم که حالا چی طور هست. البته او هم میگوید که بد نه. من هم در عوضش میگویم که خدا را شکر. سپس از او میپرسم که یگان دارو یا دوای نوشیدی. البته او هم میگفتگیست که فلان شربت یا فلان دارو را نوشیدم یا خوردم. سپس میگویم که نوشی جانت بود. گوارا بودو میگویم. سپس در آخر باید پرسم که طبیبت کیست. البته میگوید که مرزا حکیم یا شاید یگان طبیب دیگر. من هم میگویم که خودمش مبارک بودا. با همین ترتیب او کار بودن مرا نمیفهمد. بله این فکری بهترین است. همین ها را میگویم. سلام آمد. پدرت در همین جاست؟ بله پدرم در خانه هستند. در آید. مرحمت. این داروی مرزا حکیم از زهر هم بدتر بوده است. درد سرم رو دوچندان کرد. سلام کامل جان. شنیدم که از بام افتیدی. به عیادت آمدم. حالت خوب است؟ مردم. اصلا حالم خوب نیست. ای خیریت. خدا رو شکر. نگران شده بودم. چی خوردی؟ یگان داروی خوردی؟ زهر خوردم. نوشی جانت بود. گوارا بود. کی برایت این دارو رو توصیه داد؟ طبیبت کیست؟ عزرائیل. پس قدومش مبارک بود. تو اینقدر نگران نباش. این طبیبه که گفتی هر جا که رود بیماران آسوده می شوند. خب من می روم. آخر چرا شما حالا؟ سپوریش های مردم رو باید بچه آرم. باز می آیم. احمقی پور. قابل جان تو از پسش نرو. تا حال گمان میکردم که این احمق دوستی ماست. بیهوده نگفتند که در وقت مشکلی دوست از دشمن معلوم میشود. این احمق دشمنی ما بوده است. شکر که حقی همسایگی را به جا آوردم.